یکیه سهیل نقیب، یه ما تو سن رفت درستش کنه، شنونده بیاین، یعنی شنونده نیاین با میکروفون بیاین. خب خب بچه های امسال ما حالا برنامه مدرسه به اینگونه شده که 6 هفته در خدمت شما هستیم. شیمی دهم به یازدهم، یعنی تکمیل دهم، قوام دهم، آماده شدن برای اینکه بریم بیافتیم تو یازدهم. دو تا مطلب جدی. البته 6 تا 45 دقیقه 50 دقیقه خب شاید برای شیمی توی تابستون بین دهم یازدهم خیلی زیاد نباشه، یعنی به نظر من کمه، حداقل باید مثلا هر هفته دو تا زنگ شیمی می‌داشتیم، ولی حالا انشالله با همین یه زنگ ها هم بتونیم کیفیت کاری خوبمون رو پیش ببریم. یه نکته مهم اینه که خب من همیشه میگم دیگه، سر این نکات اصلیمو میگم، این فعالیت هایی که میکنیم الان من تکلیف میدم برای جلسه آینده، حضورتون در کلاس، نمیدونم پویز مویز یکی دوسته تا خواهیم داشت، آزمون نهایی خواهید داشت، اینا یه عددی میشه، تش میشه 20 و یه مقداری از نمره مستمر و نمرات اولتون هم هست، دو نمره سه نمره اینا هم هست که در جریان باشید. بنابراین از همین الان بسم الله الرحمن الرحیم 11 هم فرض کنید شروع شده، یه 6 هفته 11 هم شروع شده، درسته خیلی تو 11 هم قرار نمی‌بریم، اما همون چیزی که تو 10 هم خواهیم گفت مهمه. این بهانه خوبی است برای این که اون عزیزانی که یه ذره 10 هم وضعشون خوب نیست بجنبن، اونایی هم که میخوان برای کنکور موفق باشن دیگه از الان تو تابستون شروع کنن دیگه. حالا من یه چیزی آماده دارم برای اینکه در مورد کنکورم توضیح بدم، کنکور امسال، کنکور سال قبل، معمولا بین 10 11 قشنگ یه نصف زنگ، یه زنگ کامل در مورد این چیزا من صحبت می‌کنم، اما حالا بذار یه تایم زیاد، یه جایی تایمی شد من بهتون بگم تو این فرصت ها که حالا هم شیمی مهمه، هم همه درس‌ها مهمه، من دیگه شروع کنید دیگه. میگم آیشه رو تا گفتن به نظرم تو اون جلسه که توضیح دادم پرزنتتون کردن، گفتن که ما قراره در قالب استوکیومتری بریم. حالا من انشالله استوکیومتری میگم، بعضی از حرفایی که میخوام بزنم احتمالا برای جماعتی از این دوستان شاید دو بار سه بار شنیده باشم، ولی من سعی میکنم هم با سرعت خوبی برم، هم چند تا حدیث نکات کنارش اضافه تر بگم، و همه تابستون اون هم انشالله استوکیومتری نیست، ولی حالا استوکیومتری چون واقعا ته نداره، واقعا ته نداره، یعنی میشه همینجوری یک کار کرد تمرینال کرد، حالا بستگی داره که ببینیم چقدر میتونیم تو ذهنمون داشته. من فعالیتش رو عنوانش رو استوکیومتری گذاشتم چون جا زیاد داره استوکیومتری کار کنه. حالا امیدوارم که حداقل یکی دو تا مپس دیگر رو هم بتونیم که بین 10 و 11 هم، یعنی 10 شروع شده و 11 ادامه دارد و هم بریم. نمره و اینا رو هم گفتم. یه چیزی همین الان انجام میدیم، همین الان همه آقایون، اکثریت آقایون این شماره من رو دارند، همه آقایون همین الان این شماره تو واتساپ، همه آقایون تو خصوصی، این همه آقایون یه پیام میدن، اسمشون و اسم فامیلیشون رو کامل مینویسن که من شماره میتونم بخوام گروه هم بزنم، برای شیمی میخوام گروه داشته باشم، یه پیام میدن و یه عدد یکم بفرستید، چون مثلا چند دقیقه دیگه میگم دو بفرستید، نه اینجا یک نفرستید، اونجا اینجا یک نمیخوام بفرستید، یه یکم بفرستید. بعد از اینکه اسمتون رو فرستادین، من که بدونم که یک بفرستید. نه پارسا، من پارسا شماره شما رو نگرفتم. حالا اب نداره. چون میخوایم گروه بزنیم دیگه. این دفعه میخوایم گروه بزنیم. گروه هم خودم میزنم دیگه مثل پارسا. ما هر سال شیمی 11 بله بله. گروه میزنیم که 10 معمولا، ولی 11 معمولا گروه میزنیم دیگه، اونجا بدون هر بدونش مشکلی کارمون پیش میره. تا دوستان الان دارن به این شماره چیز میکنن، میرن شماره رو اشتباه ندارم 935 45 64 پیام میدن که من هم اسامی آقایون رو داشته باشم کامل، هم گروهمون رو بزنیم، هم یه ذره بعض وقتا حضور غیابا رو اینجوری میخوام بدم، مثلا وسط کلاس میگم الان 3 به اون شماره من بفرستید حضور غیابی، اینجوری عرض به حضورتون که چی میخواستم بگم، گروه هم ایشالله میزنیم و آها بچه ها، گروه یه فلسفه هم داره غیر از اطلاع رسانی، اونجا بحث فضای رفع اشکال هم هست، نه واتساپ اگه تلگرام گفتم اشتباه گفتم، مثلا این تلگرام نداره این شماره، اگه تلگرام گفتم اشتباه گفتم، شرمنده، واتساپ حتما، این شماره واتساپ
به خصوص این آقای صابری و اینه که قطعا شما رو ندارم دیگه، آقای صابری و دوستانی که جدید اومدن، آقای شهرابی اینا. بله اسم فامیلی عدد یک، این یکی اولین حضور غیابتونه. یا مثلا یه رو دیگه میگم آقای دو بفرستید اینجوری، بعد اونجوری که محفوظم هست دیگه، بعد بچه معلومه که چه موقعی سر کلاس، یا مثلا میگم جواب این گزینه رو بفرستید تو واتساپه. بله 0935-445-64-30 آقای صابری، 0935-445-64-30. بله خب در مورد ضبط هم که دیگه خودتون به یک قرارهایی برسید که اگه کسی برق رفت، حالا برق رفت نظر اوضاع بهتر شده، برای برق رفت دیگه مشکلی نبود. ما هم اگه برقمون بره قرار اینه که اون باقی مانده کلاس که برق رفته رو ضبط میکنیم و میفرستیم. آقای خان محمدی دیگه چیز کنید دیگه، بفرستید بفرستید. خب عرض به حضورتون که نکنیم شما رو همراه اول هم فرستده، چون اینجا هم پیام اومده، این چیز اسمس اومده پیام های کنده. خب نوتیفیکیشن اینم خاموش کنم که حواسم رو فرق نکنم. بریم سراغ کار درسیمون. شما رو هم گفتم و خب تو قسمت منابع من کتاب دهمو گذاشتم، چاپ خودتون، چاپ کتاب خودتون، یعنی 99. شما میدونید دیگه پنجمین دوره این سیستم 633 هستید، یعنی شما پنجمین دوره هستید که کنکور خواهید داد از این قضیه، از این ساختار. بنابراین همه این کتاب های شما همیشه چاپ پنجمه، یعنی شیمی دهمتون پایینش نوشته 1399 چاپ پنجم، الان شیمی 11 می نویسه 1400 چاپ پنجم، یعنی شما همیشه از اول دبستانتون همیشه که همه کتاب چاپ پنجم بود. شما چاپ پنجم رو کنکور میدین. بنابراین من چاپ خیلی هم فرق نکرده، ولی خب حالا من دقیق باشه. کتاب خودتون دهم گذاشتم، 11 هم الان تو منابع گذاشتم، جزوه استوکیومتری هم گذاشتم که البته مقدار زیادیش با سال تحصیلی و بچه فیروزه و اینا مشترکه. و الانم حالا هم شروع کنیم وارد نکات، یه نکته مقدمه بگیم بعد وارد استوکیومتری بشیم. خب شما اولین دوره نیستی لوای نقیزاده، شما پنجمین دوره ای هستی که کنکور جدید تجربه میکنید. داده نشدم منظورت چی از اولین دوره؟ الان خواستید دانلود کنید نخواستید، من فایلش گذاشتم دیگه، استوکیومتری خالیشو گذاشتم. طبق روالم میدونید دیگه، من هرچی مینویسم بدنم یه جزوه شیری میکنم، همین تو اصلا تو گروه میذارم. یکی از کارکرده گروهمون اینه که من تخته کلاس رو دیگه میذارم تو گروه دیگه. آها این ساخت حتی معلوم است، معلوم است. حالا راست میگه آقای نقیزاده، ممکنه مثلا عمومیه برای شما هست، هنوز این تصویب که سال 1383 کنکور رو همه جا تصویب کردن که کنکور تا 1390 برداشته بشه، به تصویب تا اجرا این مقداری فرق داره آقای نقیزاده، در مورد کنکور به خصوص خیلی فرق داره. خب آقا این چیه من اینجا گذاشتم؟ این تکلیف شماره یکتونه که حالا لینک تکلیفم میذارم. آها یادمون نره تکلیف تا کی فرصت دارید؟ پنجشنبه ساعت 10 شب. همه تکلیفات تا پنجشنبه ساعت 10 شب. الان دو تا تکلیف خواهید داشت، یکی این پولوکوپی یکی که اینه، یه پولوکوپی دو هم برای استوکیومتری میذارم. آها ببخشید من حواسم نبوده پاسخنامه‌شو شیر کردم. بله ببینید دیگه پاسخنامه‌شو حواسم نبوده، گفتم خدا اون یکی تورو شیر کردم. سوال رو شیر کنم، پاسخنامه‌اش هم هست میفرستم براتون. خب الان به نظرم درست شد. بله اونم ایشالله من اینه که تستیان کلید رو میفرستیم بعد از یه مدتی پاسخ تشتیم میفرستیم. چون میخواییم وارد استوکیومتری بشیم بچه ها، من یک پولوکوپی آماده کردم که شما دارید میبینید و حتی سواله کنکور تا 1199 هم توشه، همین موازنه های کرد. پولوکوپی اولیتون موازنه است، یه ذره دستگرمی موازنه کنه، چون میدونید قدم اولیه برای استوکیومتری موازنه است، یعنی واکنشی بدون موازنه نمیشه استوکیومتری مثلا حل کرد. بنابراین گفتم یه ذره گرم شیم، یکی دو تا سوال الان اینجا حل میکنیم گرم شیم، بعد میبینیم وارد استوکیومتری میشویم. جزوه استوکیومتری گذاشتم چی می‌نویسم. خب بسم الله، این تکلیف یکتونه، تکلیف دوتون هم یه پولوکوپی دیگه است، جفتش هم تا همین پنجشنبه این هفته فرصت
دارید که بارگذاری کنید. آقا واکنش یکو کی میاد موازنه کنه؟ واکنش یک ایلیا سلام، واکنش یکو بیا موازنه کن. حالا اولین نفر ایلیا بود، بعد میریم گزینه یک ایلیا، گزینه دو عظیمی سلام، گزینه سه نقیب، گزینه چهار نقیب زاده. گزینه یک بگو ایلیا. بله چشم. میبینیم که اولش بعد از بزرگترین شروع کنیم. او سه واسه همین ضریب دو رو میدیم چون اونور او دو رو داریم. آها پس از بزرگترین رفت به بزرگترین نداره. او یه بار اینور تکرار شده، یه بارم اونور، درسته؟ اینور دو، اونور سه، ضریبا رو جابجا میکنیم، درسته؟ بله بله. و اونور هم که دو میدیم به کاسیل هم دو میدیم. آها یه چیزی بگم، یه چیزی بگم. حالا البته ایشون راست میگه، این دوار هم باید اینجا بنویسیم، ولی من یه چیزی بگم. سوالو ببینید، گفته ضریب اکسیژن در کدام یکی از واکنش‌های ضیف پس از موازنه بزرگتر خواهد بود، درسته بچه‌ها؟ خب ما الان ضریب اکسیژن رو تو گزینه یک پیدا کردیم دیگه. اگه ضریب کاسیل رو پیدا هم نکنیم خیلی مهم نیست. فهمیدین چی گفتم؟ به خصوص برای بحث تست. حالا ما اینجا کامل موازنه می‌کنیم ها، ولی ما ضریب او دو رو پیدا کنیم تمومه تو این تست دیگه. فهمیدین؟ حواستون کلا به این نکته های اینجوری باشه. تست امسال هم یکی دو تا مورد اینجوری داشت، کنکور 1400. پارسال هم که 99 سخت‌ترین شیمی بوده اونم داشت که تا بیخ مثلا نواد حل می‌کردیم. خب دست شما درد نکنه. دو کی بود؟ علی عظیمی. سلام علی. سلام جانم بگو. دومی ما اول پشت کائن اوسه دو میذاریم. چرا؟ چون اون بر یه دونه N2 داریم. آها نیتروژن رو ایشون ملاک قرار داده. آیا اکسیژن رو میتونستیم ملاک قرار بدیم که اون کاری که اونور کردیم؟ نه، به خاطر اینکه اکسیژن اینور دوباره نمیشه با اکسیژن شروع کرد، یعنی همین کاری که اونور انجام دادیم با نیتروژن میدیم. یعنی در واقع نیتروژن اینور دیگر رو گذاشتیم پشت این، دوی اونو گذاشتیم پشت این. بعدش حالا میریم سراغ کا. کا اینور دو تا داریم، اونورم دو تا یک میذاریم پشت. حالا اینور 6 تا او داریم، اونور میشه سه تا او که یه دو میذاریم، یه سه میذاریم پشته او. هم میذاریم اینجا هم داریم ها علی، اینجا هم او داریم علی، یه دو میذاریم پشته او دیگه. این بر الان اگه دو بذارم عزیز دل من، این بر میشه 5 تا، اون بر میشه 6 تا. همه دیگه علی، علی الان سمت راست 5 تا او داریم، متوجه شدی چی گفتم؟ ولی اونور 6 تا. بنابراین ضریب 2 که اینجا گذاشتیم درست نیست. ضریب چند بذاریم؟ بگم علی. علی هستی؟ آمانی میکروفون تو قطع نکن باش، بکنم بنده خدا افتاد بیرون. خب بچه ها اینور کلا 6 تا است، پس اونورم باید 6 تا باشه. یه دونه که پشت کاد او یک داریم، بعد اینجا میشه ضریب 5 دوم، درسته؟ بعدم که باید همه رو تو دو ضرب کنیم. حالا ما چون داریم موازنه کامل میخوایم الان بکنیم، این ضریبش این میشه 4. ببخشید یه ذره مجبورم اینجوری کنم. اون یکی که اینجا بود میشه 2، 5 دوم میشه 5، یکی هم که اینجا بود میشه 2. امیدوارم متوجه شده باشی. خب علی عظیمی نمیدونم کجاست، حداقل حضورش رو بگم. آقا گزینه سه کی بود؟ من یادم رفت. بیاد خودش هر کی بود. هر سه یک و دو سه و چهار هر کی گفتم همونا بیان. حالا حامد نقی زاده شما بیاد، بعدن شاهرخی میاد. هر کی هر چی گفتم به هم سه کی بود بیاد. سلام من بودم. سهیل بود. سلام سهیل. سلام. جانم بگو. از کادو از یعنی از چپ شروع میکنیم چون که بزرگترینه. بعد چون که توی کل موازنه‌ام سه تا دونه توش او داریم، از او نمیتونیم الان شروع بکنیم. حالا یا از کربن شروع میکنیم یا از هیدروژن دیگه، حالا فرق نداره. مثلا کربن بخوام شروع بکنیم، پشت سه او دو یه دونه دو میذاریم. خب بعد این شکلی پشت هاش دو هم الان یه دونه سه میذاریم، چون که آفرین یادمون نره اینجا 5 تا و یه دونه میشه 6 تا. بله سه میذاریم. خب بعد اگه حسابم بکنیم میبینیم که بعد پشت اودام یه دونه سه باز باید بذاریم. آفرین یادمون نره بچه. آقا پسرا این بر هفته اکسیژن داریم، نه یه ذری به اینو هفته اوم بذاری یا یه اکسیژن هم اینجا داریم، حواستون باشه. این واکنش خیلی معروفه، تو تمرینای کتاب دهمتون هم بود، یادتونه همون چیزی نیتروگلیسیرین بود، اینم بود. بچه ها سه دو هاش پنج و هاش اسمش چیه تو چت تایپ کنید. بله فهمیدم علی.
C2H5OH اسمش چیه؟ اتانول. این اسمش اتانوله. بلد باشید، حفظ باشید. اتانول. حفظ باشید. البته اینو C2H6O هم میشه نوشت. فرق نداره. فرقه حالا C2H5OH یه ذره بهتره. بریم چهار. بریم چهار. چهار از اون واکنشی که من ضریبش رو حفظم، سه هم از اون واکنشی که من ضریبش رو حفظم، یک هم از اون واکنشی که من ضریبش رو حفظم، اما دو اینجوری نبود. علی عظیمی بنده خدا به مشکل خورد، همون واکنشی بود که علی این شد میشد پنج دوم، نمیدونم علی این میشد پنج شنیدی یا نه، این میشد پنج دوم بعد یه دو هم ضرب کرد. چهار کی بود؟ چهار حامد بود. حامد سلام. اول پشت Fe2O3 یه دونه یک میذاریم. ببین عزیزم این فرد این زوجه، یادت میاد؟ خب این درسته ها، میتونیم با یک بریم. بله 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 دو میذاریم. آفرین. بعد خب الان ما این ور 6 تا او داریم، پس پشت او دو باید یه دونه 3 بذاریم. بله. پشت اف ای هم باید دون 4 بذاریم. آفرین. این ضریبش 4-3-2ه. بله. ممنونم. این همون قاعده ایلیا فرودنده هم هست دیگه. وقتی اکسیژنی بر 3 این بر 2 سری ضریبه رو چیکار می‌کنیم؟ جابجا می‌کنیم، 3 می‌ذاریم این بر اینجا، 2 می‌ذاریم دیگه. خب حالا الان جواب این تست کدوم شد؟ بزرگترین ضریب رو می‌خواد. تو بزرگترین ضریب. به نظرم با کنش 2 شد دیگه. جواب میشه گزینه 2. درست میگم؟ یادمون باشه بعد از اون ضرب کردن ملاکه ها، بعد از ضرب چون ضریب کسری نمیاد داشته باشه. خب حالا یه ذره موازنه حل کنیم، حتی بعد میبینیم موازنه جوندارتر هم داره. این از موازنه. خب من دیگه حالا چون این تکلیفتون هم هست دیگه، حالا این دیگه سیف نمی کنم که بفرستم دیگه، این پولوکوپی رو شلا حل میکنید، بارگذاری میکنید، بریم سراغ استوکیومتری. من تا 12:20 دقیقه فرصت دارم. چقدر سریع گذشت. آقا تا اینجا کسی سوال داره؟ آقای شهرابی ببین، حالا شما انشالله میای دانش آموز من میشی، من خیلی اعتقاد دارم تو شیمی آدم چه دیگه حفظ باشه خوبه، خب ولی از جنس حفظ کردن نه، از جنس حفظ شدن. آقای شهرابی حفظ شدن آدم با تکرار و تمرین حفظ میشه. من هیچ وقت این واکنش یک و سه و چهار رو نشستم حفظ کنم، اما چون معلمم این سال دارم درس میدم حفظ شدم دیگه. اینقدر مثلا واکنش شماره 3 رو بالغ بر 50 بار من فکر کنم تو این سالا نوشتم، خودم حفظ میشه دیگه. بس تکرار و تمرین لازمه آقای شهرابی، یعنی پرکاری، اسمش پرکاری. ولی با کنش دو مثلا با کنش کمتر تکرار شده، خب منم حفظ نبودم. من اصلا ندارم حفظ باشیم ما، ولی هی تمرین کنیم که مهارت‌های مختلف تستا رو ببینیم. من میگم حداقل اونایی که کتاب درسی رو حفظ باشیم. حالا میگم عجله نکن، الان نمیگم که چاپ جدیدش بیاد بعد بخرید. الان کتاب کار چیزی نمیخواد بخرید، تابستون چیزی نمیخواد بخرید. خب اگه خواستی حرف مشاوره ای بزنیم بعد توی تایم دیگه ای حرفای مشاوره ای میزنیم، و مثلا من پیش اگه خواستی مثلا ایلیا فروزنده راست میگه واکنش گلوکوز، حرف تو حرف خیلی نیاد، اگه حرفای مشاوره ای خواستید میتونیم یه تایمی من بگم بیایم، و من پیشنهادام برای یک دانش آموز در تابستون چه کار بکنه کلی، و حالا دارم شیمی هم بازم چیکار کنم. حالا فعلا که کفش اینه که کلاسه ما رو خوب ببینید. خوب درستش اینه که یه کتاب تست بخرید بزنید کامل تو هر درس کنکوریتون. حالا اگه عربی اینا رو شک دارید نمیدونم، ولی حتما تو درس اختصاصیتون یکی کتاب یه دانش آموز کتاب کلاس بین 10 و 11 در تابستون بین 10 و 11 باید یه کتاب تست تو هر درسی بزنه. حالا اگه مثلا خیلی سبز زدی و رو گاج بگید، میکرو رو زدی خیلی سبز بگید، مثلا اگه تو سال زدی که هیچ، سال دو یک کتاب دوم بگیر. اگه کتاب اما اولی هم نخریدی، من پیشنهادم خیلی سبز، اگر هم هنوز کتابی نخریدی خیلی سبز. برای سال تحصیلیتون هم کتاب خیلی سبز، تست خیلی سبز و یک وانت هم داره، حالا اینجا ندارم بهتون نشون بدم، پوشش یک وانت تست خیلی سبز 11 همو میگم بگیرید که تست بزنیم. ولی منتظر میدونی که کتابات در یعنی کنکور که برگزار میشه داره رفرش میشه، مثلا تست کنکور سال آخرش هم میارن توش و اینا، ولی الان نباید بخریم دیگه چون هنوز خیلی دفرش نشد. خب بگذاریم از این قضیه، بریم و من جزوه استوکیومتری رو بیارم و شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من پیشاپیش عذر میخوام، آفرین خیلی سبز زدی، مثلا کتاب دیگر بزن یا همون رو تکمیلش کن. یه کتاب یه دونه کتاب تست کامل برای یه درس به نظرم کافیه. اگه خیلی دانش آموز خوبی هستی برو دوم بزن.
این جزوه که الان من اینجا می‌نویسم میگم برای بعضی از دوستان بعضی حرفا دیگه خیلی تکراریه، ولی من سعی می‌کنم بله علی آقا سعی می‌کنم که حداقل یک کوچولو تغییر تفاوتی توش داشته باشه، چند تا دونه سوال اضافه تر داشته باشه و قطعاً شما مطلب بهتون اضافه میشه، حداقلش اینه که مرور میشه. خب آقای استوکیومتری، تعریف استوکیومتری برای بار دوم یا سوم دو قسمت داره. یه استوکیومتری مربوط به فصل 1 کتاب دهمه که آقا مثلا انقدر مولکولش چند تا دونه اتمه، چند تا نمیدونم الکترون توش دلش داره، نمیدونم چند تا چه حجمی داره. این تیکه فصل دومه که حالا تو یک واکنش شیمیایی که رابطه مثلا 2 کیلوگرم آهن تو واکنش وارد میشه چند لیتر CO2 خارج میشه. خب این دوتا ماده مختلفن توی واکنش شیمیایی. خب من این مال فصل 1ه، این مال فصل 2ه دهمه. ما با فصل 2 شروع میکنیم، بعد من برمیگردم فصل 1ش هم یه مروری میکنم. خب سریع مرورایی بکنیم. البته اینجا الان فصل 1 6.2 ضرب در 10 به توان 23 تا هر چیزو میگیم یک مول. اتم، یون، مولکولینا، این تعدادی که بذاریم رو هم دیگه جرمی پیدا میکنه، به اون میگیم جرم مولی، واحدش هم میشه گرم بر مول. مثلا 6.2 ضرب در 10 به توان 23 تا اتم هیدروژن میشه 1 گرم، پس جرم مولیش میشه 1 گرم بر مول. 6.2 ضرب در 10 به توان 23 تا مولکول آب که یعنی 1 مول آب میشه 18 گرم، پس جرم مولیش میشه 18 گرم بر مول. اینم جمله دوم. جمله سوم میگه آقا این 6.2 ضرب در 10 به توان 23 هی نگو، بگو Na، مثلا اون فیلم سن پیترزبورگ گفتش که به یه عدده، مثلا شما به 3.14 میگین عدد پی، 3.14.1592 فلان که نمیگی عدد رو میگی پی. مثلا این Na هم که همون 6.2. خب مثال اینا فصل اولیه ها، ولی من بعد برمیگردم نکته تستیش هم انشالله در تابستون میخوایم بگیم. تابستون میخوایم چیکار کنیم؟ یه روشی یاد بگیریم آقای عظیمی. دیگه این روش اختیاری نیست، الزامیه برای همه، فیروزه‌ای و طلایی و خالخال پشمی نیست، همه باید این روشه رو یاد بگیرن. تک تمرینه هم که امروز میخوام بگم و همه باید با همین روش حل کنن، تمرینه که برای استوکیومتری. بله خب این که داریم میگیم همون کتاب، همون روش جدیدو من نگفتم. 5 مول آلومینیوم چند گرم جرم دارد؟ خب 5 مول آلومینیوم معلوممون بود، چند گرم آلومینیوم مجهولمون بود، ضرب در یک کسر می‌کردیم که این مول با این مول بره، به این کسر می‌گفتیم جرم مولی. چرا می‌گفتیم جرم مولی؟ چون رابطه گرم و مول. 27 از کجا آورده بودیم؟ صورت مسئله خودش میگه. بعد محاسبه ب 81 گرم آلومینیوم چند مول؟ این دفعه گرم داده مول خواسته. این دفعه گرم بالا با این گرم پایین این میره. یه سوال یه کمی خفن‌تر، یه مقداری 5.4 گرم آلومینیوم گفته چند تا اتمه، تعداد خواسته، پس عدد آووگادرو سر کلش پیدا میشه. 5.4 گرم داده، اتم خواسته. خب ما اول از گرم میریم به مول، گرم با گرم خط میخوره، بعدش از مول میریم به عدد آووگادرو، یه تعدادی میشه. میتونستیم به شکل یه ضریبی از Na بنویسیم. اینا این دوستانی که پارسال با ما بودن این جزوه اصلا همینا رو دارن، یعنی حتما مثالاش هم عوض نکردن، حتما مثالاش هم عوض نکردن. خب این تخته من از صبح روشنه، من هی دارم می نویسم دیگه، کم کم هنگ کردن ها شروع شد که سالم می شد. امروز الان اولین باره، این تابستون الان اولین باره که این هنگ کردن شروع شد. خب این از این. البته من چیز خاصی درس ندادم، فقط سریع چیزی رو از باب اینکه ذهن‌های بروشه. این جزوه هم انجام شده است، حالا میتونید بازم خودتون این کارو کنید. بازم کسی سوال داشت آقا من فلان جای جزوه رو نفهمیدم، تو گروه وایس میذاره، عکس میذاره، من حامد نقی‌زاده عظیمی، عرفان، محمد حسین، کیا نیاسکو، هر کی یا جواب میده. گروه برای همینه که از کارکردهای گروه همین. اون حرفا که زدیم برای اتم بود، حالا بریم مولکول. خب برای مولکول اول باید جرم مولی مولکول رو حساب کنیم. H2O4 98، NaOH40. دوست عزیزی برسید حفظ باشیم، مثلا من میدونم 3A3O3 صده، اگه حفظ باشم صده خیلی سریعتر مثلا برمی کنه. این عددها اینه کجاست؟ این عددها رو هر اتمی رو اینجا توی جدولی به ما توی امتحان توی تست به ما میدن. حالا اگه همون سوالا رو بخوایم در مورد مولکول حساب کنیم، 220 گرم گاز کربن دی اکسید چند موله؟ این دفعه همون کارا رو می‌کنیم با مولکول. خب اینجا مثلا ما الان یه تمرین داریم که این مقدار کربن دی اکسید چند اتمه و چند تا اتم کلا و چند تا اتم اکسیژنه.
که حالا اینا رو هم میتونیم الان حل کنیم، یعنی تکمیل بودن جزوه رو هم جزو کاری که خودتون باید انجام بدید. حالا تکمیل بودن این دوتا رو میتونید به همین روش سنتیش هم برید، اشکالی نداره، یعنی اینا رو حل کنید، تمرین هم هست. حالا از اینجا که بیایم، من دوباره تعریف استوکیومتری رو آوردم. چرا این دفعه؟ چون این دفعه میخوام وارد استوکیومتری مرحله دو بشم، فصل دو بشم. ببین واکنش سر و کلش پیدا شد. حتما باید واکنش موازنه شده باشه، استوکیومتری واکنش. همون مثال کتابم انتخاب کردم، گوگردی اکسید با اکسیژن داره واکنش میده، بچه‌ها میشه گوگردی اکسید، موازنه هم هست. خب حالا با توجه به ضریبای موازنه که 2:1 و 2، ما میتونیم یه سری کسر بنویسیم، بهش میگیم نسبت مولی. بچه‌ها الان چند تا کسر میتونیم اینجا نسبت مولی بسازیم؟ چند تا نسبت مولی الان اینجا میتونیم بسازیم؟ الان من دو تاشو نوشتم، بین مول O2 بالا SO3 پایین، SO3 بالا O2 پایین. کلن چند تا کسر میشه نوشت الان از این در این واکنه؟ چند تا نسبت مولی میشه نوشت کلن؟ الان من دو تا نوشتم، اون دوستی که میگه سه تا یعنی یه دونه دیگه میشه بنویسیم، کلن چند تا میشه بنویسیم؟ آقای صابری گودرزی عزیزم، آفرین ایلیا پریشان، 6 تا. بین O2 و SO3 میتونیم دو تا بنویسیم، O2 بالا SO3 پایین، SO3 بالا O2 پایین. الان میتونیم بین چی بنویسیم؟ مثلا اضافه کنم، مثلا الان میخوایم رابطه SO2 رو با O2 بنویسیم، SO2 با O2، 2 مول SO2 به 1 مول O2، یا 1 مول O2 بالا 2 مول SO2 پایین. دوتا دیگه هم باید بتونم بنویسم. دوتا دیگه بین چی هست؟ دوتای دیگه بین SO2 و SO3 هست. یه بار SO3 بالا SO2 پایین، کلمه مول یادم نره، مول اینا نسبت مولی هستن. آقا نسبت مولی تنها نسبتیه که صورت و مخرجش دو تا ماده مختلفن، از یه ماده سویش میکنیم به یه ماده دیگه. عددش رو کجا میاریم؟ موازنه. پس موازنه خیلی مهمه. پس استوکیومتری قبلش پیش مقدمش موازنه است. خب که جفت اینا عددشون چیه؟ الان اینا همه عدد 2:2 هستن. این هم از حجم مولی چیه؟ قانون گازهای ذره خوندیم، دیدیم حجم مولی قانون داریم که سوال امتحانمون هم بود، خیلی هم متاسفانه از همین نمره دست دادن. فکر کنم غیر از مثلا 4-5 نفر هیچ کسی قانون آبوگادرو رو درست به امتحان آخر سال ننوشته بود، که اینه اگه دما فشار ثابت باشه حجم یه مول گاز ثابته، همه گاز حجم یک مولشون با هم ثابت. حالا اگه دما فشار رو فیکس کنیم روی چیز خاصی که بهش میگیم STP، دما صفر فشار یک اتمسفر، اون مقداری که همه گازها با هم مساویان رو میشه پیدا کرد، 22.4 لیتر، بهش میگیم حجم مولی. که تو مثلا هم از 24 است. پس قانون آووگادرو اون پیکان اولیه است، نه این پیکان دومی. بعضی این دومی رو نوشته بودن. پس پیکان اولیه قانون آووگادرو. خب حالا بگذاریم، الان موضوع نیست، بیایم سراغ حل این تمرین ها. مثلا میخوایم این تست رو حل کنیم، از واکنش کامل 1.5 مول گاز هیدروژن چند گرم گاز آمونیاک تولید میشود. کی میاد اینو حل کنیم؟ روش سنتی یا عادی کی میاد حل کنیم؟ این آقای صابری اینا بیان، خیلی خوبه، آفرین حسین مولی، سلام، دمت گرم امیر حسین مولی، دمت گرم، دانش آموز جدید میاد کلاس اینجوری، عالی. حسین مولی بیا، میکروفون فعال کن، بیا. بعدش هم صابری هم میتونه بیا. حسین مولی رفرش کنه. بیا. امیر حسین سلام. سلام. خوبی؟ بگو حل کنم. هر جوری بلدی بگو حل کنم. میخوام ببینم چه جوری بلدی. خب گفتیم که یه مول نیتروژن داریم دیگه، درسته؟ الان تمرین رو ببینی؟ آره. یه مول هیدروژن داریم و 14 مول نیتروژن، درسته؟ اینا رو میگی؟ آره. نه اینا مول نیستن، اینا جرم مولی هن. 1 مول هیدروژن 1 گرمه، 1 مول نیتروژن 14 گرمه.
خب این معادله اصلا موازنه نشده. آها آفرین. خب واسه موازنهش یه راهش اینه که مثلا واسه هر کدوم بگیم n2 ضریبش a هاش 2 ضریبش b n هاش 3 ضریبش c. شما اینجوری همه موازنه رو اینجوری حل می‌کنید اصلا؟ آره آره سایت داره مثلا همه موازنه رو اینو بذار برای آخرین کار. چون قطعا کنکور بکم میاد. قطعا. مثلا کپیارم که با عدد چه کردن سعی کن موازنه کن. این ساده است. مثلا هاشتون میشه سه، چون این برام بس این هاش این هاش سه، این بر چیزه دیگه سه دیگه، این برام هاشتو دوه، پس اینجا بس سه باشه، این بر دو باشه. خب اینم میشه آره دیگه، بعد اینجوری موازنه میشه. مثلا من اینو حفظ فرآیند هاور رو موازنه شو حفظ یک سه دو. حالا بس که نیتروژن یک، هیدروژن سه، آمونیاک دو. خب مثلا میخوام بگم این چون تو کتاب هست خوبه که بلد باشی. حالا موازنه، حالا بریم سراغ استکیومتری چیکار کنیم؟ حالا من کلاس این پی‌دی‌افش رو باز کردم. آه خب نشش. بعد میگیم که از واکنش کامل یک و نیم مول گاز هیدروژن. خب ما گفتیم توی موازنه این چند موله؟ این سه موله. خب پس این در واقع نصف شده. خب همه رو نصف میکنیم، همه ضریبا رو. خب یعنی نیم مول هیدروژن میشه، یک و نیم مول هیدروژن، و از اون برم که NH3 رو گفت NH3 رو گفتیم دوه، اون هم میشه یک. خب پس میشه یک مول آمونیاک. خب آفرین. آره. تا اینجاش درسته. حالا یک مول آمونیاک چیه؟ میشه 14 به اضافه 3، یعنی 17. پس 17 رو ضرب کرده 15 میشه. گزینه 3. آفرین. پس فهمیدین چجوری گفت؟ یعنی اصلا با نسبت گرفتن بین مول ها اول کارا رو پیش برد، بعد تناسب گرفت. قبوله؟ بله، معلومه که قبوله. من خدام اصلا بس تستی رو هوا. ولی حالا من با اجازه شما میخوام یه ذره تشریحی بنویسم اگه اشکال نداشته باشه. مجبورم بنویسم، میدونم یه ذره طولانیه ولی میخوام بنویسم مرور شه. چند گرم آمونیاک؟ این مجبورم. معلومم چیه؟ 1.5 مول هیدروژن. خب آقا کمال هیدروژن چجوری از شرقش خلاص شیم بشیم آمونیاک؟ باید مول هیدروژن رو بذاریم پایین. خب آیا میتونم گرم NH3 رو بذارم بالا؟ نه، ما میتونیم از مول به مول بریم. نه، این تناسبی که آقای امیر حسین اینجا الان بس همین کسیه که اینجاست. ضریباش رو از کجا میاریم؟ H2 تو موازنه ضریبش 3، NH3 ضریبش 2. الان مول H2 با مول H2 میده. حالا ما مول NH3 رو باید به چی تبدیل کنیم؟ به گرم NH3. این ما دقیقاً از نظر مفهومی همین کارهایی که آقای امیر حسین خان حسین گلی گفت و داریم انجام میدیم و داریم مینویسیم. یک مولش هم که 17 گرمه. یک و نیم و دو و سه و 17 رو ضرب و تقسیم کنیم، جواب میشه همون 17 گرمه نشسته. خب این چه روشیست؟ این روشیست که همون روش سنتیست. خب متشکرم. حالا برو کی میگه؟ برو کی میگه؟ از الان همچی ببخشید ها شاروخی بگه. شاروخی حتی ماش. آه نه نه. شاروخی اجازه بده صابری بیاد. آقای شاروخی اگه اجازه بدی با اجازه شما چشمه بی بله. بذار صابری بیاد صداشو بشنویم. امیر رضا سلام خوبی؟ آقا سلام، خسته نباشی. خوبه صابری؟ پدر خوبم؟ مادر خوبم؟ بله همه. چه خبر؟ قبول نیست تو منو میبینی؟ من تو رو نمیبینم. میخواید اگر همه رو تصویرم میدم؟ مشکل نه. حالا یه بار دیگه، یه بار دیگه. آقا صابری با هم رفیقیم بچه، میدونستی پسر خالم. نمیخواستم بگم دیگه ولی یه لوب دادم دیگه. بگو صابری. قسمت ب میگه در فرآیند فوق برای تولید 3360 لیتر آمونیاک در شرط SCP به چند گرم گاز هیدروژن نیاز است. خب آقا ما میدونستیم که توی شرط STP هر مول گاز 22.4 لیتره. خب ما میایم میگیم که 3360 لیتر آمونیاک داریم و از لیترش به مولش میرسیم. آه یعنی شما میخوایی بگید سنتی من الان بنویسم، درسته؟ بله. 3360 لیتر آمونیاک داریم، بعد از لیترش برسیم به مولش. از لیتر به مول میرسیم. آفرین. خب بعدش 22.4 لیتر NH3 یک مول NH3 به ما میده. آفرین. چون شرایط استی. خب و آقا برای اینکه ببینیم چند گرم میخوایم میگیم که هر یک مول NH3 17 گرمه. نه، گرم NH3 رو نمیخوایم عزیز، گرم یه ماده دیگه رو میخوایم. آها هیدروژن رو میخوایم. خب آقا توی یک مول NH3 میگیم خب هر دو مول NH3 به سه مول گاز هیدروژن نیاز داره. آفرین. این همون نسبت مولیه که از موازنه داریم استفاده. بعدش
بعد ما فهمیدیم که 3 مول H2 نیاز داریم، میگیم که هر مول H2 یعنی هر مول گاز هیدروژن 17 ببخشید یکی یک گرمه، 2 گرم، چون گاز هیدروژن. آره حواسم نبود. آفرین بچه. تو استوکیومتری وقتی میگیم هیدروژن یعنی H2، میگیم اکسیژن یعنی O2، میگیم نیتروژن یعنی N2. یادتون نره گرمش رو اشتباه نکنید. 2 گرم O، 2 گرم H2. H2 ضرب و تقسیمش هم انجام بدیم چقدر میشه؟ سه دوم میشه 1.5 ضرب در 2 میشه 3. این 2 که با 2 میره بذار اینجوری بریم. خب ببین این 224 قبول داریم؟ درسته. اونم 336 قبول داری 336 با 224 ضریب 112؟ 112 بله. آفرین. اینو من به 112 ساده کنم میشه 3 با یه 0. بله. این یکی رو به 112 ساده کنم میشه یه دونه 2 با یه رقم 8. قبول داری؟ بله. 112 مثلا یه مقداری میشه اینجوری رفت. یه 30 داریم، یه 12 پایین داریم، یه 3 هم اونجا داریم. چقدر میشه؟ آقا میتونیم 12 بسیم 2 در ضرب تمام منفی 1 بعد 30 رو به 2 ساده بکنیم، یه 12 تمام منفی 1 تو مخرج داریم، میتونیم بیاریمش تو صورت بعد ضرب در اون 3 بکنیم. میشه 3 تا 9 تا نصف میشه، میشه 40 450 میشه. درسته؟ یه 0 داشت، یه 0 دیگه هم اومد بالا. 0 دیگه هم از اون ور بود میشه 450. آفرین. گرم H2. دست شما درد نکنه. متشکرم. آیشونم من متشکرم از شما. اینقدر حال کردم حسین قلی و سابری. خب آقا بریم قسمت بعدی مثلا. خب آقا ببین من یه مثال دیگه اینجا که کامل حل کردم گذاشتم. خب یه مثال دیگه اینجا من کامل حل کردم و حسین قلی بجره نکن. صحبت میکنم. عجله نه. یه مثال دیگه با کنش سوختن بوتان خودم موازنش کردم بعد حل کردم گفته 3 مول بوتان چند مول گاز کربن دیوکسید. بوتان همون 3-4-8 هست بچه. حلش کردم. قسمت ب گفتیم گرم بوتان دادیم، مول آب خواستیم، یک امی طولانی تر شده، این به جای یک کسر دوتا کسر داره. قسمت پ گرم بوتان دادیم، لیتر کربن دی اکسید در شرایط استیفی خواستیم، یه ذره طولانی تر شده. قسمت ت گرم دادیم، لیتر خواستیم، شرایط استیفی نیست، چگالی لازمه؟ اینم حل کرد. من به نظر من این سوال خلاصه استوکیومتری فصل 1 و 2 به نظر من. یعنی کسی که این سوال رو بلد باشه خلاصه استوکیومتری این چند چارتا دونه رو فصل 2 به خصوص، البته فصل 2. حتی کتاب چگالی دارم نگفته، من اینجا یه دونه چگالی دارم حل کردم. خب حالا آقا کمال اینو که خودت حل کردی پس برای چی زیرش جا خالی گذاشتی؟ بعدش هم اینجا نوشتی کسرهای پیش ساخته یه صفحه خالی گذاشتی و یا علی از تو مدد. همه حرفایی که تا الان زدیم بچه مقدمه بود که من اینجا بگم. ببینم چقدر وقت دارم. 7 دقیقه متاسفانه. خب بچه ها اینی که میخوام بگم روش جدیدی است برای حل استوکیومتری واکنش. خب و من این تکلیفی که الان میخوام به شما بدم دوستان باید از این روش حل بکنید. اون روش سنتی رو بلدید؟ ایشالله بلدید. خب میخوام دیگه این کسافتکاری ها گرم و مول و NH3 و اینا رو ننویسیم، فقط عددش رو بنویسیم، عدد رو به دست بیاریم. نه علی آجنگ راحت. به نظر من که راحت. بهش میگن روش تستی. البته خب یه فرمولی باید تو ذهنمون باشه که فرمول تستی همیشه همینه دیگه. فرمول تستی. فرمول تستی اینجوریه که من با یه جوری فرمول تستی رو اثبات میکنن. بله بله. بعد فرمول تستی ها رو میگن ما دیگه میریزیم تو فرمول دیگه. اگه فرمول حفظ باشیم آریا، امیر پویان خوشکام، علی آژنگ حله. درست شدیم؟ خب بله امیر حسین حسین دقیقاً. من میخوام اون فرمول رو بگم اینجا بنویسم. خب بچه ها چون الان خیلی تایم نداریم من این فرمول رو اثبات نمی کنم. الان بعضی از بچه ها اثبات این فرمول رو میدونن، یعنی مادر و مادر بزرگ و اینا توشه حالا بعضیا میدونن. خب من الان از اون حرفا میگذرم. خب فقط فرمول رو مینویسم. فقط نترسین از فرمول. من فرمول رو یکی یکی مینویسم که نترسید. اولین فرمول مول به ضریبه.
مول به ضریب همه مواد با هم برابره. مول به ضریب. حالا چرا مول به ضریب با هم برابره؟ من با اجازه شما اینجا می نویسم که اگه یه موقعی خواستم این فرم رو اثبات کنم اون بالا فرآیند هاوره جا داشته باشه. مول به ضریب. آقا مول به ضریب همه مواد با هم چیه؟ برابره. توی واکنش شیمی. یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ آقا این سوال رو ببینید. این سوال. میبینید مول داده مول خواسته؟ من از اون کسر مول به ضریب میرم. یک کسر مول به ضریب برای بوتان مینویسم، یک کسر مول به ضریب برای کربن دی اکسید. خب این دو تا رو با هم مساوی قرار میدم، مسئله حل میشه. نگاه کنید الان همه نگاه کنن، امیر پویان، امیر حسین، ایلیا، همه خیلی هم میدونن، بعضی هم نمیدونن. بوتان 3 4 8 10 مولش رو چقدر گفته؟ خود سوال مولش رو چقدر گفته؟ بچه‌ها مول چقدر گفته؟ خود سوال گفته 3 دهم. میذارم جای 3 دهم. کسر اولو دارم برای بوتان می‌نویسم. بوتان خودمه 3 4 8 10. ضریبش چنده؟ ضریب یعنی اون تو موازنه. چنده؟ 2. مول به ضریب دیگه. مولشو بالا نمیشتم، ضریبش پایین نمیشتم. خب حالا این یکی ماده مولو میخواد، پس کسر مول به ضریب استفاده میکنیم. مولشو خواسته، نمیدونیم چقدره. x کربن دی اکسید. ضریب کربن دی اکسید چنده بچه‌ها؟ ضریب کربن دی اکسید چنده تو موازنه خودش اونجا؟ 8. اگه حل کنیم x رو به دست بیاریم جوابه میشه 8 ضرب در 3 دهم 2 4 دهم 2 4 دهم تقسیم بر 2 1 و 2 دهم تمام. گزینه‌ای که 1 و 2 دهم میزنیم. حل علی آژنگ سخت بود؟ یعنی دیگه کثافت کاری مجهول بنویس و معلوم بنویس، اون رو بذار بالا، این رو بذار پایین. هم این یه دونه فعلا برای مول بذاریم. پس اگر مول دادن یا خواستن از کسر مول بذاریم استفاده میکنیم. مول بذاریم. خب حالا همیشه مول نمیدن یا مول نمیخوان، مثلا ممکنه گرم بدن مول بخوان، ممکنه مول بدن گرم بخوان، ممکنه لیتر بدن. یعنی این تازه یکیش بود بس مول، چه مول بدن چه مول بخوان از اون کسر. بریم دومین کسر رو بنویسیم. جرم تقسیم بر ضریب ضرب در جرم مولی. این کسر بچه ها مال وقتیه که جرم بدن یا جرم بخوان. فهمیدین؟ علی آژنگ، امیر حسین، ایلیا، محمد حسین، عرفان، اینا همه اگر جرم بدن یا جرم بخوان از این کسر استفاده میکنن. همه اینا هم با هم مساوی هن با خیال راحت. یعنی چی؟ نگاه کنید الان ب رو ببینید بچه ها. من مثال صفحه قبل رو برای این گذاشتم دم دست که اینجا آماده باشه. چی داده؟ گرم داده، درسته؟ پس از این کسر دومی استفاده میکنیم. چی خواسته؟ مول خواسته. برای آب از کدوم کسر استفاده میکنیم؟ برای آب. برای آب از کدوم کسر؟ چون مول خواسته از کسر اولیه. فهمیدین؟ الان می نویسم ببینید بچه ها. برای بوتان، برای بوتان، خب برای بوتان گرم داده، یعنی جرم داده. گرم یعنی جرم دیگه، درسته؟ پس از این کسر استفاده میکنیم. جرم تقسیم بر ضریب ضرب در جرم مولی. تو ذهنم باشه. جرم تقسیم بر ضریب ضرب در جرم مولی. جرم تقسیم بر ضریب ضرب در جرم. جرم خودش داده 1.16. ضریب بوتان چنده تو موازنه بالا؟ چنده؟ ضریبش چنده؟ 2. نه، ضریبش 2. ضریب موازنه. ضریب همیشه اونی که تو موازنه به دست آورد. 2. ضرب در جرم مولی بوتان. جرم مولی بوتان اگه حفظ باشیم کار راحته میزنیم. اگه حفظ نباشیم اینجا اطلاعات داده باید بریم حساب کنیم. جرم مولی بوتان. حالا من یه نکته یکی از روی روزها در مورد این که آلکان ها جرم مولیش رو چجوری به دست بیاریم من براتون توضیح میدم. خب فرمولش هست 3 4 8 10. 3 4 این باید ضرب در 4 بشه، 8 10 اینم باید ضرب در 10 بشه. ضرب بشه جمع بشه میشه 58. میشه 58. پس اون 1.16 جرم بود، 2 ضریب بود، 58 هم جرم بود، مساوی. امیر پویان، ایلیا، محمد حسین، بقیه در مورد آب چی خواسته؟ مول خواسته. پس میریم اون کسر اولیه. آفرین آفرین حسین بودی، آفرین. 116 با 58 رابطه داره. من اصلا اونو 1.16 نمیبینم حسین بودی، من اونو 116 میبینم. اصلا اشار منشار خود درگیره. آفرین ایلیا فروزنده. چون مول داده در مورد این بحث مول در مورد آب تو صورت سوال میریم سراغ مول بذاریم. خب مولش چقدره نمیدونیم. x ضریبش چقدره؟ ضریب آب. بچه زنگ خورد. 10. درست شد؟ من اگه اینو حل کنم جواب مسئله حل میشه به راحتی. ببین
به راحتی x مساوی میشه. بچه ها میدونید میتونم این 10 تو 1 ممیز 16 ضرب کنم؟ میدونید؟ چه 11 ممیز 6. خب اون پایینی هم 2 تا 58 میشه 116. خداییش یه دهم نمیشه؟ البته خیلی جورای دیگه هم میشد سریعتر محاسبه کنیم. حالا خلاصه دیگه تو تست به خصوص تو امتحان تشریحی هم آقا تو امتحان تشریحی میتونیم استفاده کنیم بعد. اصلا باید دیگه از این بعد استفاده. خب بچه زنگمون خورد. میدونید مدرسه تو ساختار جدید دوباره یه مقداری به سنت ها برگشته و مثلا زنگ داره ما دیگه یادمون نمیره. زنگ میخوره ما میفهمیم که زنگ خورده. خب آقا این فرمولش تموم شد همینا بود؟ نه یه چند تا فرمول دیگه هم داره. من الان نمیتونم بگم همه پولکوپی ها رو حل کنید. حالا خوب گوش کنید، من پولکوپی موازنه رو حتما همه حل کنید، ددلاینش تا همون پنجشنبه. خب من پولکوپی دومیه رو میذارم، پولکوپی دومیه اونقدیشو که تونستید با این روش ها حل بکنید حل بکنید. بازم تو پولکوپی دومی که مال استوکیومتریه اونم توش کنکور من تا 98 اینا آوردم، چشمتون بیبلا. اونایی هم که نمیتونید حل نکن، اشکال نداره، من تا هفته بعد ددلاین میذارم چون درسمون کامل نشده. هر کی بلده از الان حل کنه، زودتر بارگذاری کنه. هر کی از الان بلده از این روش ها، از این روش میخوام حل کنید. خب من کسراشو متاسفانه کامل نرسیدین بگیم دیگه. حالا ان شاء الله جلسه بعد میام کسرا رو کامل حل میکنیم، این جزوه رو کامل میکنیم، پولکوپی حل میکنیم، ان شاء الله که مسلط بشیم ان شاء الله. خب خسته نباشید بچه ها دیگه. پس پولکوپی یک تا پنجشنبه الزامی است، پولکوپی دو تا پنجشنبه هفته بعد فرصت دارد. خسته نباشید. ببینم همه چیزایی که میخواستم بگم و گفتم دیگه. یه چیزی یادم رفت بگم آقا حالا اونه که اصلا فعلا گوش کنه، تو گروه هم میذارم بچه ها همه تون باید یک آزمون شفاهی آرایش الکترونی و جدول تناوبی باید بیاین مدرسه بدین. میپرسم بلد نباشی جریمه میدم. فهمیدین؟ خب بعد آرایش الکترونی 1-36 رو باید حفظ باشی، جدول تناوبی 1-36 گروه 1-2-14-16-17 رو باید تا پایین حفظ باشی. بعدش میگم حالا تو گروه میگم خیلی چیز تلخ شد، آخر زنگیه تلخ شد، نه؟ حیف شد دیگه، کاش که اینو نمیگفتن. تهران نیستی؟ میای تهران امتحان میدی میری مثل خیال. خب، حالا حواستون باشه دیگه، جدول تناوبی آرایش الکترونی 1-36 شدتونه. حالا تو گروه توضیح میدن. شما مریخی؟ تقویم مریخی، میای کره زمین تهران امتحان میدی میری، هزینه با من. تو دیروز سهران بودی همه پیان، حالا مدرسه نیستی، دیروز مدرسه بودی. یکی یکی می تایم میدم میان امتحان میدید میرید. کرونا میگیریم؟ خیلی به سلامتی. کجا رفتید همه پیان؟ دوستان میتونن تشریف ببرن. علی عظیمی جدول تناوبی 1-36 و همون گروه که تا پایین و آرایش الکترونی 1-36 باید حفظ بشه.